را میشیم با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل. مریم لطفا در مورد نشست شورای امنیت بیشتر از تو بشنویم. تناز این نشست در حالی اینجا در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار میشه که تا ساعاتی دیگر رهبران ناتو در واشنگتن دور هم جمع خواهند شد. رهبران ناتو دوباره بر حمایت از اوکراین تایید خواهند کرد و همزمانی برگزاری جلسه شورای امنیت در مورد حملات موشکی اخیر روسیه به اوکراین مخصوصا به بیمارستان کودکان بسیار مهم خواهد بود. باید بگم که جلسه دقایقی قبل آغاز شد و در حال نمایندگان کشورها در حال سخنرانی هستند و این موضوع بسیار مهمه که این ما خود روسیه ریاست شورای امنیت رو بر عهده داره. معاون موقت دبیرکل سازمان ملل در امور کمک‌های بشردوستانه در این جلسه گفت که بیمارستان کودکان به شدت آسیب دیده و این حملات رو محکوم کرد و گفت که روسیه به حملات خودش به زیرساخت‌های اوکراین در نقاط مختلف کشور اوکراین در ماه‌های گذشته و مخصوصا در روز گذشته ادامه داده و آسیب شدیدی رو وارد کرده به زیرساخت‌های اوکراین. روز گذشته هم دبیرکل سازمان ملل حملات رو محکوم کرده بود و گفته بود که این حملات شوکه کننده هستند. آنتونیو گوترش افسوده بود که حملات به غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی بر اساس قوانین بشردوستانه بین‌المللی ممنوع و چنین حملاتی باید فوراً متوقف بشه. این حملات از سوی کشورهای مختلف اینجا در سازمان ملل محکوم شده، اما روس‌ها میگن که این حمله موشکی به بیمارستان کودکان کار روسیه نبوده و خطای خود اوکراین بوده، اما اوکراین این ادعا رو رد میکنه و به هر حال باید منتظر بمونیم که نتیجه و تاثیر این جلسه بر نشست اعضای ناتو در واشنگتن چه خواهد بود. و میدونیم که در حال حاضر ولادیمیر زلنسکی هم در واشنگتن هست و مطمئناً از اعضای ناتو بخواد که حمایت شون رو بر اوکراین بیشتر بکنند و این حمایت همچنان ادامه پیدا بکنه. متشکرم از توضیحاتت مریم رحمتی. از مقر سازمان ملل متحد تصاویر زنده ای را هم دیدیم از جلسه‌ای که در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در حال برگزاری است. برای اطلاعات بیشتر منتظر گزارش‌های تو خواهیم بود.